عباس کیارستمی، کارگردان صاحب نام سینما ایران، بعد از تحمل یک دوره بیماری در 76 سالگی در فرانسه درگذشت. سفارت ایران در پاریس پیگیر روند کار بازگرداندن پیکرش به تهران است. رضا میرکریمی، مدیر خانه سینما، و سیف الله صمدیان، عکاس قدیمی سینما، هم به همین منظور راهی پاریس شدند. حدود 14 دقیقه پیش رأس ساعت 22 سینماهای ایران در اقدامی همزمان پخش فیلمهایشان را به احترام کیارستمی متوقف کردند. عشق او نباشی بود و قرار نبود فیلم ساز شود، اما شد. من واقعا زیاد علاقمند این که فیلم ساز بشم نداشتم. قصدم نقاش بودن بود و به همین قصدم در دانشکده هنرهای زیبا. وقتی برنده نخل طلای جشنواره کن برای فیلم طعم گیلاس شد، شیرین بود اولی را خوردم. یک گروه مستندساز جوان در خیابان ولیعصر تهران بین مردم رفت با این سوال که آیا شما عباس کیارستمی را میشناسی؟ کارگردان عباس. تو شرکت باید عباس کیارستمی شنیدی زاده؟ بله. چیکار است؟ راننده. چه میشناختند و چه نمیشناختند، واقعیت این بود که جهان سینمای ایران را با عباس کیارستمی شناخت. ایز ریلیزه با عباس کیارستمی. سختگیرترین منتقد فیلمهایش امروز پس از مرگش نوشت: تو تنها فیلمساز جشنواره‌ای ما هستی که لیاقت نقد داری و برای جایزه جشنواره ها وطن نمی فروشی، خودت را هم نمی فروشی، حد اکثر از خودت دور می شوی. نگاه متفاوت کیارستمی و عشق او به زندگی در فیلمهایش به خوبی دیده می شود. شماست که تازه ازدواج کردین؟ آره؟ بله. چند وقته؟ 5 روز. 5 روز یا 5 ماه؟ 5 روز. یعنی درست شب زلزله ها؟ نه آقا، درست 1 روز بعد از زلزله. نان و کوچه، زنگ تفریح، تجربه، دو راه حل برای یک مسئله از فیلم های کوتاه و اولی ها، گزارش، خانه دوست کجاست، مشق شب، کلوزاپ، زندگی و دیگر هیچ، زیر درختان زیتون، طعم گیلاس و باد ما را خواهد برد از فیلم های بلند کیارستمی است. خیلی پاسخ سختیه که بگم من دلم میخواد که چی از خودم باقی بذارم. حتما اون چیزایی که منهدمش نکردم، پارش نکردم، دورش نریختم، امضام پاشه است، لابد کاری که خواستم تاییدش کنم و از خودم باقی بمونه. او را در شمار کارگردانان موج نوی سینمای ایران به شمار می آورند. زیر درخت، اطراف درخت استراحت کنن، بعدن فقط صدا. در سال 2003 گاردین کیارستمی را جزو 10 کارگردان برتر جهان و در رتبه 6 قرار می دهند. استفاده از نابازیگر و کودکان به عنوان قهرمان، روایت مستندگونه داستان و بهره‌گیری از فضاهای روستایی، شاعرانگی و مکالمه شخصیت‌ها در خودرو و حذف کارگردان از ویژگی‌های آثار کیارستمی. ولی میگن اون دنیا قشنگ‌تر از این دنیا. روحش شاد و یادش گرامی.